مایسول جوړې دودګوي نوې کورچات او شهر چلیابینسکی روسیا سابق ناظر منطقوی پولیس رو با جرم طمع کردن 3000 روبل از یک شهروند تاجیکستان به 3 سال زندان محکوم کرد. ولی طور دادستانی ولایت چلیابینسک روز 22 میو در سامانهش خبر داد دادستان این حکم رو خیلی سبک دانسته به دلیل در دادگاه همچون قلابی ارزیابی شدن یک حالت تمعجوی افسر پلیس به این حکم اعتراض آورد. دادستانی گفت اخیرا مرحله اپلیاسیونی دادگاه ولایت چلیابینسک افسر سابق پلیس را بر اساس ماده های 159، 286 و 290 کودکس جنایتی روسیه در برابر کوشش گرفتن رشوه در تمعجوی نیز گناهگار شناخت و این دفعه به 7 سال و 6 ماه زندان نظامش سنگین محکوم کرده است. این حکم علکی به اجرا در آمده است. طوری از مواد پرونده برمی آید محکوم شده وقتی که در وظیفه ناظر منطقوی پلیس کار میکرد با وجود آن که خوب میدانست که یک شهروند تاجیکستان در قلمرو روسیه به طور قانونی قرار دارد و او یگان بند قانونهای مهاجرت را ویران نکرده است، به طور غیر قانونی سندهای او را کشیده گرفته طلب کرده است که برای پس گرفتن حجتهایش 3000 روبل بیارد. ناظر پلیس به این مهاجر تاجیک تهدید کرده است که اگر پول گفتگیش را نآورد او را از قلمرو روسیه بیرون خواهد انداخت، ولی به پلیس میسر نشده است که این نیت بدش را به آخر برساند چون که مهاجر تاجیک به مقامات حفظ حقوق از تمعجوی او شکایت برده است و کارمند پلیس را دستگیر کردند. در روسیه هزاران مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان به طور دائمی با چنین حالتهای تمعجوی مقامات گوناگون حفظ حقوق که هر کدام به هر رو و وسیله از مهاجران دولیه کندن می خواهد روبرو می شوند. برخی کارمندان مقامات در روسیه برای کندن دولیه حتی گپ زدن به زبانهای را که مهاجران گپ می زنند یاد گرفتند. مهاجران قصه می کنند که چگونه وقتی که بین خود مصلحت کردن می شوند که چند پول دهیم به پلیس 500 یا 1000، ناگهان شاهد بباس به زبان تاجیکی امرو شدن پلیس می شوند که به زبان توزه تاجیکی به آنها می گوید 500 نمی شود بچه، 1000 بته 1000. با وجود این همه تمجوی های پیوسته تعداد انگوشمور مهاجران مثل این مهاجر تاجیک از چلیابینسک جرات می کنند که از بدرفتاری کارمندان پلیس شکایت برند. بسیاری از مهاجران به شرایط بی حقوقی خود اشاره میکنند و مطمئنند که کسی در مقامات حفظ حقوق روسیه برای حمایت آنها عمل نمیکند و در نهایت گناهکاران عذاب صاف میبرند و تمام گناه را باز به گردن مهاجر بی حقوق خواهند زد.